کتاب هوشنگ نجات دهنده، نویسنده ساموئیل کرایس، علی جندقی، آفریل 2023. پیامی از دکتر کشیش ساسان توسلی. میخواهم از دوستم ساموئیل کرایس، نویسنده جوان این کتاب فوق‌العاده هوشنگ نجات دهنده، به خاطر این هدیه‌ای که به کلیسای ایران تقدیم می‌کند تشکر کنم. او از طریق تخیل خلاق و مهارت‌های خود به عنوان داستان نویس نه تنها ما را با یکی از پیامبران بزرگ عهد عتیق آشنا می‌کند، بلکه به ما کمک می‌کند تا با قلب خدای پدر که سرشار از فیض و محبت استوار است روبرو شویم، که نسبت به فرزندانش در داستان هوشنگ و همسرش است. ما در این داستان به عشق طولانی مدت خدا به قومش و در نهایت عشقی که خود را بر صلیب مسیح آشکار کرد می‌پردازیم. ساموئیل یک نویسنده خوب و یک معلم کتاب مقدس است. باشد که او همچنان در سال‌های آینده کتاب‌های بیشتری را به جامعه ایرانی برکت دهد. تقدیم به تمامی جوانان و نوجوانان فارسی زبان عزیز که با وجود تمام سختی‌های زندگی همچنان شجاعانه در مسیر حقیقت ایستادگی کرده و قدم برمی‌دارند. نحوه مطالعه این کتاب. کتابی که در دست دارید به گونه‌ای به نگارش در آمده است که شما را در درک بهتر کتاب هوشنگ یاری دهد. اما این احتمال وجود دارد که شما یک ایماندار مسیحی نباشید. با این وجود باید چه کاری انجام داد؟ اگر شما یک ایماندار مسیحی هستید، به شما پیشنهاد می‌کنم حتما قبل از مطالعه هر فصل آیات ذکر شده را مطالعه کنید. زیرا در غیر این صورت علت نگارش هر داستان و جمله ها را درک نخواهید کرد. سپس تمرین ها که شامل تفکر، دعا و نامه ای به پدر است را انجام دهید. چون هدف ما نه صرفا روحانی کتاب مقدس، بلکه درک و ایجاد یک رابطه شخصی با خدا می باشد. از شما می خواهم حتما نامه ها را پر کنید. این بسیار مهم است. شما باید در هر نامه آنچه که از کتاب مقدس آموخته اید و تصمیم دارید انجام دهید را بنویسید. سپس در پایان کتاب تغییرات مهمی را حس خواهید کرد. چنانچه قصد مطالعه این کتاب را دارید، بهتر است هر فصل را در یک روز همراه با دعا و تفکر در متن کتاب و به خصوص در آیات ذکر شده انجام دهید. امید است 14 روزی که شما صرف مطالعه این کتاب می کنید، همراه با مکاشفات بسیار باشد که به عمل در زندگی شما می انجامد. پاورقی کتاب. کتاب هوشنگ نخستین کتاب از کتب انبیای کوچک در کتاب مقدس. اما چنانچه شما یک ایماندار مسیحی نمی باشید و این کتاب به دست شما رسیده است و خواهان مطالعه آن هستید، چه باید کرد؟ به شما تبریک می گویم. شما یک سفر در پیش دارید. اگر شما یک غیر مسیحی هستید، به شما توصیه می کنم این کتاب را بدون بررسی آیات ذکر شده مطالعه کنید. البته لازم ذکر است که اگر خواهان مطالعه آن همراه با آیات ذکر شده هستید، هیچ مانعی وجود ندارد. اما باید در نظر داشته باشید که کتاب هوشنگ در عهد عتیق کتابی نیست که به صورت طبیعی و بدون داشتن پس زمینه ای از تمامی کتاب مقدس شما را در درک ایمان مسیحی یاری دهد. به همین دلیل اگر خواهان آشنایی با ایمان مسیحی هستید، داستان این کتاب بدون در نظر گرفتن آیات ذکر شده نیز به شما کمک خواهد کرد تا تصویری از محبت خدای کتاب مقدس داشته باشید و درک کنید که ما مسیحیان به چه خدایی ایمان داریم و چرا خواهان ارتباط با او هستیم و او خود را برای ما چگونه توصیف کرده است.
و اینکه او برای شما نیز چه کاری انجام داده است. شما می توانید مطالعه این کتاب را بدون توقف در هر فصل تا به آخر حتی در یک نشست مطالعه کنید. سخن نویسنده. شاید برای افرادی که از سالهای گذشته مرا می شناسند بسیار عجیب باشد که بشنوند من دست به نگارش کتابی به نام هوش زدم. زیرا آنها خوب می دانند که من از این کتاب بسیار نفرت داشتم. اما ماجرا چیست؟ هرچند من به مسیح عیسی ایمان دارم و به عنوان معلم و میسیونر در این چند سال گذشته فعال بودم. اما عموم اوقات اطرافیانم من را به عنوان شخصی میشناسند که عهد عتیق را تدریس میکند. اما من همیشه رابطه بسیار خوبی با کتابهای انبیای کوچک نداشتم. رابطه من با تورات و کتب تاریخی کتاب مقدس بسیار عالی بود. همواره آنها را مطالعه کرده و از زندگی افراد لذت می بردم و درس می گرفتم. گاهی در چالش‌های زندگیم خود را جای آن افراد می گذاشتم و تلاش می کردم همچون آنها عمل کنم. اما در خصوص انبیای کوچک این چنین نبوده. غالب اوقات آنها برای مطالبی غیر ضروری و غیر قابل فهم بود و حقیقت این است که هیچ علاقه‌ای به کتاب‌های از جمله کتاب هوشع، یونس و نداشتم. گاهی با خود فکر می‌کردم هوشع چقدر آدم بدبختی بود. اصلا این کتاب چه می‌گوید؟ چرا بعد از سه باب تمام موضوع کتاب تغییر می‌کند؟ اما در دسامبر سال 2021 همه چیز تغییر کرد. در یک دعای شخصی خداوند من را هدایت کرد تا به طور خاص وقت خودم را برای مطالعه کتب انبیای کوچک صرف کنم. زیرا او می خواهد قلب پر از فیض، محبت و شخصیت خود را به من نشان دهد تا با من در این رابطه صمیمانه و عمیق‌تر باشد. و خب، اکنون که دارم این مطالب را می نویسم، باید بگویم زندگی من بسیار کامل تر شد. من اکنون بیش از یک سال است که وقت خود را صرف مطالعه این کتاب کردم و باید بگویم هنوز بعد از گذشت بیش از یک سال نتوانستم آنها را یک بار کامل مطالعه کنم. زیرا گاهی مجبور بودم هر کتاب را ده ها بار ترجمه و با زبانهای مختلف همراه با دعا مطالعه کنم و هر بار خداوند مطالب تازه‌ای به من نشان داد که در درجه اول عملکرد آن در زندگی شخصی خودم بوده است و پس از آن در کلاس‌های درسی و در گروه‌های مختلف به جهت تعلیم کلیسا. اما پس از گذشت ماه‌ها و تشویق دوستان و همراهان گرامی تشویق شدم تا کتابی را در جهت درک و شناخت بهتر از کتاب هوشع در کتاب مقدس به نگارش در بیاورم. اما یک مانع اساسی وجود داشت. من قادر نبودم تمامی مطالب درسی را در یک کتاب جمع‌آوری کنم. البته می شود چنین کاری انجام داد. اما من علاقه به نوشتن یک کتاب همچون کتاب‌های تفسیر کتاب مقدس نداشتم. چرا که نه در چنین جایگاهی هستم و نه اکنون برای این کار آمادم. و مهمتر از همه این موارد این است که کتاب‌های بسیار فوق‌العاده‌ای در این زمینه به نگارش درآمده است و این کاری غیر ضروری است. اما در درون من احساسی بود که باید سهم خودم را برای استفاده از آن چیزی که خدا به من عطا کرده است ادا کنم. اما سهم من چه بود؟ و اگر نگارش یک کتاب است به چه شکل و عنوانی؟ تا اینکه پس از گذشت چند روز ایده‌ای به ذهنم آمد و آن نوشتن این کتاب تمثیل‌گونه‌ای است که شما عزیزان در دست دارید. این داستان نه یک داستان حقیقی بلکه تنها یک نمونه از تمثیل رابطه ما با خدا است. اما همواره تلاش شده است تا مطالب آن تجربیات حقیقی باشد.
که بنده در طی سالهای کوتاه از زندگی شخصی و وقتهای شبانی و تعلیمی خود با افراد در کلیسا داشتم. پس این داستانها نه صرفاً داستانهای خیالی بلکه ترکیبی از داستانهای شخصی افراد مختلف است که نگارش آن استوار بر حقیقت اصلی متن کتاب مقدس است. همواره تلاش شده است تا یک حقیقت از متن کتاب مقدس در قالب داستان به نگارش در بیاید. اگر در این زمینه کوتاهی صورت گرفته یا مطالب کامل بیان نشده است، امید بر آن است که بنده را عفو بفرمایید. زیرا مطالب کتاب هوشه و درس‌های آن به شدت بیشتر از آن چیزی است که در این کتاب به نگارش در آمده است. در این کتاب تنها تلاش شده گوشه ای از محبت، قلب و شخصیت خدا را که در این کتاب نمایان می شود در این داستان به طور خاص به نگارش در بیاید. پس امید از این کتاب برای شما مفید و باعث بنای شما در حقیقت کتاب مقدس و رابطه با خدا شود. زیرا رویای من این است که تمامی ایمانداران مسیحی ایمانی بر اساس شناخت و درک کتاب مقدس داشته باشند و من ایمان دارم اگر همه ما در این رابطه رشد کنیم و سهم خودمان را ایفا کنیم، مردم بسیاری نجات خواهند یافت. پاورقی انجیل یوحنا فصل 8 آیه 31 الی 32 و افسوسیان فصل 4 آیه 12 الی 16. مقدمه. مهمترین نکته‌ای که باید در حین مطالعه کتاب مقدس در نظر بگیریم این است که این کتاب کلام و شخصیت خدا را برای ما به نمایش می‌گذارد. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که شخصیت خدا تغییر ناپذیر، ابدی و کامل است که هرگز تغییر نمی‌کند. عده‌ای باور دارند خدای عهد عتیق با خدای عهد جدید تفاوت دارد و خدا در عهد عتیق فیض نداشته است یا اگر داشته بسیار کم و تنها گاهی اوقات بوده است و بر این باورند که خدا پس از واقع صلیب فیاض گشت و اعتقاد دارند که ما در عهد عتیق تنها عدالت و خشم خدا را مشاهده می کنیم یا بیشتر شاهد داوری خدا هستیم. به هر حال همه اینها اشتباه است. باید بگویم شخصیت خدا در تمامی کتاب مقدس یک پارچه و کامل است و ما همواره فیض و راستی خدا را در تمامی صفحات کتاب مقدس مشاهده می کنیم. هرچند شاید این ایراد را بر من بگیرید که کلام خدا در یوحنا فصل 1 آیه 17 می گوید فیض و راستی به واسطه عیسی آمد. اما باید بگویم چون در عهد جدید این مکاشفه برای ما باز شده است تصور می‌کنیم که خدا تغییر کرده است. حالان که در عهد عتیق نیز ما شاهد تصویر مسیح و محبت خدا به طور کامل هستیم. باید بدانیم که این بره قربانی پیش از آفرینش جهان برای ما قربانی گشت. افسوسیان فصل 1 آیه 4 و 5، اول پتروس فصل 1 آیه 10، اول پتروس فصل 1 آیه 20. زیرا خدا از پیش نسبت به تمامی این اتفاقات آگاه بود. او پیش از خلقت پسر یگانه خود را انتخاب کرد تا در راه ما قربانی شود تا ما در او نجات یابیم و شخصیت هوشه تصویری از این داستان است. همچنین توجه داشته باشید که کتاب حاضر به شیوهی به نگارش در آمده که در قالب یک داستان متن کتاب مقدس را توضیح می دهد. پس نیاز است قبل از مطالعه حتما بخش نحوه مطالعه کتاب را با دقت مطالعه فرمایید. همچنین دعای من این است خداوند در طول مطالعه این کتاب از طریق متن کتاب مقدس نیز با شما عزیزان صحبت کند و مکاشفات تازه به شما بدهد. باعث افتخار من است نظرات و تجربیات خود را
از طریق ایمیل درج شده در صفحه شناسنامه کتاب با بنده به اشتراک بگذارید. در کتاب حاضر مسئله‌ای که به آن بسیار پرداخته شده است، زنا و گناه جنسی است. اما باید توجه داشت که این موضوع نه صرفاً اشاره به یک گناه خاص، بلکه زنا به عنوان نمادی از خیانت به رابطه با خدا، به عنوان نمادی از تمامی گناهان بشر استفاده شده است. پس به یاد داشته باشید که این مسئله نمادی از تمامی گناهانی است که می توانیم در زندگیمان با آن درگیر باشیم و می خواهد رابطه عاشقانه ما با خدا را خراب کند. علت انتخاب آن گناه هم به خاطر این است که در کتاب مقدس به این شکل به آن اشاره شده است. در نتیجه من نیز به هر یک از گناهان نپرداختم، بلکه از زنا به عنوان نماد کلی گناه استفاده کردم. نجات دهنده معنی اسم هوشع است. هوشع پسر بعیری یعنی نجات دهنده. فرزند تندرستی یا فرزند سلامتی. تصویر آشنا و زیبایی برای من است، زیرا به من تصویری از پدر قادر مطلق که صلح و سلامتی است و پسر خود که برای نجات ما فرستاده است می دهد. به طور معمول ما خیلی ساده از اسمها عبور می کنیم. اما در فرهنگ قوم اسرائیل این چنین نبوده است. برای آنها تک تک این اسامی با معانی آن همراه بوده و بهتر از ما نیز این چنین ادامه داده و تمامی اسامی را در هنگام مطالعه با در نظر داشتن معانی آن مطالعه کنیم.